این بدبخت وقتی دولا شد یه قرمساقی از وسط جمعیت گفت و برید. ببین قشنگ زامبی رو دیده بودی چجوری میرفتن؟ یهو من به یه چشم به هم زدن دیدم 100 نفر ریختن روی این بچه. بعد مدیره از اون بالا این سوپرمن اومد بچه ها رو میریخیم برون. سلام بچه ها، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال من. امروز اومدم که براتون بگم که واقعا ما تو بچگی همون وقتی مدرسه میرفتیم چه ها کشیدیم. مدرسه اون زمان چطوری بود؟ چون الان من مثلا میرم جایی میبینم که اصلا جرئت نمیکنم به بچه تو بگن، یا مثلا بچه اگه معلمه چیزی بهش بگه شلوار معلمه از پاش در میاره. میخوام بگم که ما چجوری درس خوندیم، چجوری بزرگ شدیم، چه کتک هایی که خوردیم. خلاصه افتضاح از اون اول تا اون آخر. امیدوارم تو 3-4 تا ویدیو جمع شه. پس اگه میخوای بدونی که اون دوران ما چجوری بود، ویدیو رو حتما تا تش ببین، لایک و کامنت هم یاد نره. خب میرسیم به اون اول. من دوران پیش کلا من بچه خرخونی بودم تو کل دوران مدرسه‌م. بعد پیش دبستانی رو که گذروندیم هی میرفتم مدرسه، مثلا معلم اگه 3 صفحه مشق میگفت من میگفتم 4 صفحه بگو. اینجوری خرخون بودم از اینایی که دین 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 دین. بعد رفتیم رسیدیم به ابتدایی. ابتدایی یه مقدار میزان شیطونی من بیشتر شد. بعد معلممون خیلی فنی میزدن. ما یه معلمی داشتیم، معلم امینی، خانم امینی، امیدوارم که هر کجا که هست عمر با عزت خدا بهش بده، ولی فکر نمیکنم الان زنده باشه. آنتنای تلویزیون رو موقع اگه یادتون باشه اینجوری بود، اینا رو میکشیدن باز میشد، بعد یکی از اینا رو برداشته بود بریده بود، بعد بازش میکرد میگو شاق میزد کف دستم. از اون من کتک زیاد خودم، ولی بیشتر مواقع میومد بزنه میگفت که حیف که حیف که دانش آموز ممتازمی. من شاگرد اول بودم، کل مدرسه شاگرد اول بودم. آقا کلاس اول ما به این صورت گذشت، کلاس دوم گذشت، کمتر میزدنمون به اون صورت. مثلا اینجوری میگرفتن میپیچوندن، یکی مثلا میزدن اینجوری سرمون فلان. بعد رفتیم رسیدیم به کلاس پنجم، ارتقا پیدا کرد دیگه. مثلا تنبیه میخواستن بکنن معلم خودکار میذاشت لنگوش. بچه های الان فکر نمیکنم خودکار بدونن چیه، ولی نسل ما و نسل ما قبل ما 60 اینا خوب میدونن. خودکار رو میذاشتن اینجا، آقا فشار میداد جد آباد آدم جلوش خودش میدید. یعنی اون موقع تو کتک میخوردی میومدی خونه میگفتی کتکم زدن، میگفتن خواهد من یه گویی خوردی که کتکت زدن. اینجوری بود اون موقع دوران مدرسه ما به این شکل خلاصه میشد. یعنی اوج همدردی خانواده همین بود. ولی الان بچه انگوش میکنه معلمه رو میگیرن میزننه، جرئت ندارم به بچه دست بزنم. اون موقع اینجوری نبود. الان من یه کتک هایی توی مدرسه ها خوردم. خلاصه آقا ابتدایی خودکار میرفت لو انگشت. و اون موقع هم اوج سریال برره مهران مدیری بود آقا، اوجش بود و یعنی کشته داشت میداد کم کم این ماجرا. ما تو مدرسه بودیم و یه دفعه یک بدبختی اومد وسط حیات، نمیدونم بند کفشش شل شد. آقا این دولا شد. کل ابتدایی ما هیچکی جرئت نمیکرد دولا شه. اینجوری بگم این بدبخت وقتی دولا شد یه قرمساقی از وسط جمعیت گفت و برید. ببین قشنگ زامبی رو دیده بودی چجوری میرفتن؟ یهو من به یه چشم هم زدن دیدم 100 نفر ریختن روی این بچه. بعد مدیره از اون بالا این سوپرمن اومد بچه ها رو میریخیم برون بر. رسید به اون آخریه نفسش بریده بود، یعنی اگه 10 ثانیه دیرتر میرسید مرده بود بچه، تموم کرده بود. خیلی باحال بود. ببین اون دوره مثلا ما جیبامون اکثرا مثلا پول داشتیم میفروختن اون موقع، مثلا گوشش نمیستد گوشه نداره، یا مثلا روش چیز بود، چی بود اسمش، میگفت پول وده پول زور وده. اون موقع همیشه جیبای ما از این پولای برره خیلی زیاد بود. بعد آقا اون دوران که گذشت و کتکای بعدی میخوردیم. یه سری آخرهای دبستان بود میخواستیم بریم راهنمایی، یه سری نمیدونم چی شد تو بچه ها سر نماز حاج آقا رو قرکیش کردن، نمیدونم چی شوری شد، خیلی نازمه شاکی شد. بعد بردمون تو حیات، برفم اومده بود قشنگ، هوا خنک، زمین دل.
دستامونو خوابون تو آب یخ کف حیات، قشنگ دستامون تو آب، آب یخ برف خوابون. یعنی این چیزی که من دارم میگم فکر میکنم تو اف بی آی قلف باشه، برای اعتراف گرفتن هم این کارو نمیکنن. دست ما رو خوابون تو آب یخ که کف حیات از برف ها مونده بود، یه روب نگه داشت، آقا برگردون گفت بگیرید. شاق وقتی این شیلنگ رو میزد کف این دسته، یعنی درد میرفت تو مغز، میپیچید کف پا برمیگشت میومد کف دست، اینجوری درد داشت بیسار. بعد مثلا حالا ما هم اون موقع حساب کتاب میکردیم دیگه، سه تا میدادیم این بزنه این استراحت کنه، بعد اینو میگرفتیم سه تا این میزدیم، ولی خب در هر صورت بابای آدم در میومد، خیلی درد داشت. کلا میخوام لول تنبیه رو بهتون بگم که اینجوری ما رو تنبیه میکردن. بعد مثلا کتک میخوردیم مثل اسب، بعد ما هیچی نشدیم. آقا این کتک این یارو استراتژی تو برف و اینا که تموم شد، ما رفتیم راهنمایی. من تهران درس میخوندم، بنا به دلایلی راهنماییمو 3 روزش رو تهران بودم، بعد مجبور شدیم که بیایم عراق، دوباره برگردیم به شهر خودمون عراق. آقا ما دیگه اومدیم عراق، خلاصه که بدبختیامون تازه شروع شد، افتادیم تو فضای شهرستان و اون بزن بهادرای ناظما و مدیرا. راهنمایی من رفتم مدرسه طالقانی داخل ادبجو، فکر آره ادبجو، رفتم مدرسه راهنمایی اونجا و خلاصه که نخاله مدرسه‌مون خیلی داشت. بعد مدرسه معلم ها همه دم در با داغون، یعنی یه معلمی داشتیم برای دینی بود بهش میگفتیم کینگ کونگ، وقتی میخواست بزنه یه جوری میزد تا 3 روز پا نشی. یه معلمی داشتیم برای علوم بود، مصرف کننده بود، امیدواری، اینا همه که میگم لوکیشن میدم بهتون همین الانشم، امیدواری پیکان داغونی داشت، هیچ وقت بنزین نداشت پیکانه. بعد یه دونه کیامنش داشتیم، این کیامنش زورخونه ای بود، معلم فنی حرفه ایمون بود. آره فنی حرفه چنین درسی بود. آقا این یک دست سنگینی داشت، زورخونه ای بود، وقتی یکی میزد تا 3 روز تو گیج بودیم. بعد یه معلمی هم داشتیم، معلم قرآن بود، اسمش موتابادی بود. این موتابادی یکی از کاووسای من بود تو کل دوران راهنمایی. من با کتکای این تونستم که آیت الکرسی رو به طور کامل حفظ کنم، یعنی من اصلا حفظیادم خیلی ضعیف بود ولی کل آیت الکرسی رو من حفظ کردم. خیلی سخت کتک میزد. بعد میخوام روش تنبیه هر کدوم از اینا رو براتون بگم، حالا ویدیو شاید مقدار بلند شد ولی خب جالب بود. کینگ کونگه، من سر پا می شدم تو دوران راهنمایی اینقدر بودم، کینگ کونگ اینجا بود. بعد می اومد می زد تو پات فقط، یعنی از چپ می زد، می زد ساق به پایین و همیشه کفشاش از این کفشای درب و داغون اون موقع، از این کفش کارتور بود، نمی دونم کفش چی بود، معلم های پوشیدن جلوش خیلی سبور، نوک پا می زد تو استخون ساق پا. اون اونجوری کتک می زد. امیدواریه پدستک بچگیاش یه دوره تکواندو رفته بود، دستانه جدی بهت میگم، اینو حالا شاید ببینید فکر کنید مثلا از رود پسر نقش بهداشت که آورده بودن تلویزیون میگفت، میگم نه واقعا اینجوری بود، دستو نشون میداد با پا میزد، پا رو نشون میداد مش میزد، اینجوری ما کتک میخوردیم. بعد اون کیان منش بیشرف که فنی حرفه‌ایمون بود، اون از جلو میزد، یه جوری میزد دست و وقتی ول میکرد تو این دست و این دست و پا هم جلوش میگرفتی میخورد میپاشیدی تو تخته. اینجوری میزد. موتابادی هم که اصلا الهه مرگ بود دیگه، کتک هایی که من از اون میخوردم واقعا اینش که ما هممون ترس داشتیم، یعنی کل کلاس سر کلاس این بشر هرچی که حفظیات میداد 68% میگفتیم دیگه، اون چند درصد هم میگفت اشکال نره اشتباه فردیه، ولی کتک میزد و اون امیدواریه میندخ بغل دست. اتاق ما، اتاق کلاسمون، گوشش یه حالت اینجوری طوری داشت، سلتاشخالو میذاشتن اونجا، این بیشرف هرکیو میخواست بزنه یه جوری میزد میرفت تو اون سکنجه گیر میکرد، میزد و ببین گیر میندخ گوشه دیوار، زبزوب، لغت، ساخپا، مشل، زانو.
یعنی خاطرات مدرسه ما واقعا اون نسلی که ما بودیم خیلی بد کتک میخوردیم. بچه های الان عشق میکنن. لایک عدد در کامنت برامو حتما بذاریم. ویدیو قسمت دوم هم داره، دبیرستانش خیلی فیلم داره. لایک یادت نره، دکمه دنبال کردن حتما برامون بزن. ویدیو بعدی رو از دست نده. کانال ما رو هم که سابسکرایب داشته باش دیگه. تا ویدیو بعدی، بدرود.